یا اول فاز میکروفونش میره ما بعد عادت کردیم این پسر ایرانی من سیویل بزنم شبیه قصابا میشم فکر کنم دختر ایرانی یا خارجی فکر کنم حالا مثلا دعوا شده میخوای بحث کنی نو 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 فکر کن صرفا من تتو بزنم که خفن باشم گوشواره نظر چیه آخه قرار نیست که ما سلیقه همه باشیم دختر باید یه مقدار شیطون باشه خب اون داداشه میشه در نهایت تو دست بچاش یعنی تو دست بچاش یه ذره عجیبه بغلی باشه سلام سلام چطوری بچه ها خوش اومدیم به یه قسمت جدیدی از رول اومدیم امروز با قزال خانوم هلو سلام با هم دیگه. بچه. سلام 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 <تصفح> سلام سلام <تصفح> اومدیم با هم یه گپ بزنیم بگیم بخندیم حرف بزنیم ببینیم که چی داریم تو چنته همین الان که داریم این حرفا رو میزنیم تو کوچه کیوچه تو کیوچه, تو کیوچه عروسیه. <applause> همه ریختن تو سر کله هم دارم میزنم بسیار سر صدای زیادی که صدا نیاد خدایا خدا خدایا خدایا <applause> خدای ایرانیا خیلی با کلاس و شیکن یعنی قبول داری تو هر زمینه ای آره اینو قبول دارم بعد هفت سال زندگی در خارج از کشور مخصوصا توی استانبول مخصوصا استانبول یعنی حالا شاید اینجا به نظر ما زیاد بولد نباشه اصلا اروپاش هم همینه یعنی عروسی ما رو به یه خارجی نشون بدی واقعا پراش میریزه مثلا میگه این عروسیه مثلا یه شخص مهمیه مثلا همچین حسی دارن <تصفح> نه اینجا یکی از چیزهای جالبی که هیچ وقت مثلا من ندیدم و یه بایه ماشین عروسه وای ماشین عروساشونو رو ببینین با لگد و بنزین آتیشش میزنین به کلمه به معنای واقعی خز خز اگه به معنای خز اگه یه عکس بود یه دونه مثلا یه ماشین بشه. بود ماشین عروس اینا ماشین عروسشون و آره خیلی سر صدا میکنن بعد براشون هیچ فرقی نمیکنه روز تعطیل مخصوصا <تصفح> چون که بیشتر عروسیشون روز تعطیل میگیرن میان این تبلو رو میگیرن دستشون میخوان عروس یعنی دختر رو که بردان از خونه باباش بعد به کل کوچه و, <applause> و اینا بفهمونن که این بچه رو داریم میدیم به <applause> چه خبر میزونی؟ بدک نیستم سوم این ویدیوی که امروز دارم میگیرم دیگه سر آها. شدم <applause> خوب شد گفتی چنل قزال میزنم میذارم توی دیسکریپشن تا الان فاینلی. یه دونه ویدیو ازشم دیدین خیلی حرفای باحالی داره میزنه مخصوصا دختر خانم ها خیلی میتونن برن توی چنلش هم صحبتی کنن باهاش کامنت بزنین با همدیگه دیگه حرف رد و بدل کنیم به هم دیگه کمک بکنیم به نظرم که چنل خیلی خفنی قرار باشه و موفقیت رو در چشمانش میبینم فقط چشم <laughs> <applause> دیگه کجا <کوچو با> <applause> <applause> واقعا یعنی بچه ها بعد یک سال من تلسمو شیکوندم و خودمو دیدم مثلا شرایط هم اوکی نمیشه میگفتم این اقامت بیاد بعد <applause> من شروع کنم یوتیوبو دیدم اقامته نه اقامت نمیاد گفتم شروع کن دیگه هیچ وقت نیست دقیق قانونی باشه خیلی که هیچ وقت اقامت خیلی وقت بهت میگم ولی دیگه بالاخره تلفنش میگوندی و آن ساب کنید آره این بار آن ساب کنید بیاید بار چند روز پیش من یه دونه ویدیو ساختم توی گپچه بعد در مورد پول صحبت کردم بعد گفتم که من یه یه بنده خدا یه زمانی به من برگشته گفته که دنبال پول ندو چون اگه بدوی پول ازت فرار میکنه حالا یه سری از دوستان اومدن گفتن شرایط فرار میکنه باید دنبال پول بدویم زندگی سخت و فیلان و بیسال میخوام ببینم نظر تو چیه باید دنبال هم. پول بدویم باید چقدر واسه پول با ارزش قائل باشیم نظر اصلا پول البته که خب پول مهمه نمیتونیم بگیم مهم نیستش صد درصد مهمه الان توی این شرایط جامعه ولی میخوام ببینم که تو دیدگاه نسبت به این چیه نسبت پول یا چی نسبت به این که خب این پوله هرچقدر چقدر دنبالش این بیشتر از ما فرار نمیکنه آیا چرا چرا به نظر من این که پول خیلی مهمه چه تو زندگی شخصی چه تو کیفیت زندگی چه تو رفاهی که داری ولی خیلی نباید سختش بگیری یعنی یه سری از آدما اصلا نرمالی جاه طلبن یه سری راضین اون دسته که راضین میرن مثلا یه کار عادی دارم نه همین بخور نمیرم هم از بین نره بذار کارگری کنم بذار مثلا کارمند باشم به اون چیز ثابتی که دارن قانن پس این آدما هیچ وقت یعنی امکانش کمتر که بیان تو زندگی ریسک کنن مثلا همونی هم که دارن بنام. از دست بدن و این آدم های قانعی. انسان چه بسا میگه نه من اوکی هم. مثلا خرج خدا رو شکر داریم رازیم کسی که اینجوری راضیه رو تو هیچ وقت نمیتونی هولش بدی به زور بگی مثلا جاه طلب باش بیشتر بخوا ریسک کن کسی هم که ذاتی جاه طلبه یعنی مثلا بینی دو قرون داره سر اون داره مثلا هزار جور ریسک میکنه فلان میکنه به نظر من نه از این ور بوم قشنگه که خیلی جاه طلب باشه هرچی دار و نداره تو به باد بدی از اون طرفم به نظرم خیلی نباید قانه باشی چون خیلی قانه باشی اون درصد ریسکه میاد پایین و چه بسا که با یه ریسک خوب تو میتونه زندگیت عوض شه ببین حتما شاید حالا بعد متوجه شدی منظور من اینه که توی زندگیمون توی ناخودآگاهمون هر چقدر به پول بیشتر فکر بکنیم این پول از ما فرار میکنه یعنی همه چیز همینه ها مثلا دارم میگم شما اگر یک روزی یه گوشی جایی تهیه بکنین هی به این فکر کنید که این گوشی نیفته زمین ها. اینو مثلا بسته‌بندیش کنم بذارم یه گوشی چیش نشه دقیقا دو روز بعد میفته زمین یعنی هر چقدر به اون پول فکر بکنین بیشتر زمان از دست دادین و به پولم نرسیدین من دارم میگم چی میگی واقعا متوجه نمیشی دارم چی شیدار نمیکنی به خدا چرا نمیفهمم بچه‌ها چرا کامنت من واسه این ویدیو ساختم اتفاقا من دارم میگم که آدما به جای اینکه اینقدر دغدغه اینو داشته باشن که سر ما چقدر پول نیاز داریم این هزینه‌مونه این اه... کاسی که قرار داشته باشیم اجاره خونه رو داریم این 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 همه اینا رو هی داریم بهش فکر می‌کنیم هی داریم با خودمون دو دو تا چهار تا می‌کنیم و کل روز درگیر اینیم که این پول رو از کجا به دست بیاریم آره یعنی ولی زمان یعنی زمانمون رو نمیذاریم که بریم مثلا دارم میگم یه چیزی یاد بگیریم یه چیزی ایده ای خلق بکنیم که بتونیم به اون پوله برسیم میدونی چی میگم کل رو داریم فکر میکنیم که خب این پول قرار از کجا بیاد چه جوری یاد قرار از قراره بیاد هی ببین پوله داریم فکر میکنیم و از اون چیز فاصله میگیریم از اون خواسته هامون بیشتر چون که به جنگ یه قدمی واسش برداریم همش درگیر اینیم که وای اجاره خونم، وای فالانم، وای فلان به خودت میای میبینی انقدر مغزت درگیر این چیزاست اصلا امروزت هم از دست دادی بعد پشتوند اینا یه نامیدی میاد وای من چقدر وزن بعد وای اجارم یعنی همه اینا به جای اینکه باعث شه توی تلنگری به بزنی حالا یا بیشتر تلاش کنی بیشتر کار کنی همش هی نامیدترت میکنه و همه اینا باعث میشه که تو امروز که حوصله ندارم از فردا که حوصله دارم هم زمان امروز که انگیزه ندارم یعنی بیشتر داری سوخت میدی به جای اینکه بیشتر تلاش, تلاش کنی نه پول به دست آوردی نه چیزی رو خلق کردی و کلا به چخت ببین کائنات کلا میگه که بیشتر به خاطر بیشتر بهت بدم منظورش این نیست که بیشتر باشین دعا کن, دعا کن. آره بیشتر تلاش کن قطعا کسی که بیشتر تلاش میکنه بیشتر هم خب دارایی داره به نظر من بیشتر هم پول هم هم داره. ویدیو هم گفتم گفتم آقا خیلی ها بد متوجه شد <laughs> یه نفر این پشت خیلی ها بد متوجه شدن قضیه کائنات فکر میکنن که مثلا دارم یه کاغذی بگیرن یا یه چیزی تو دیوار بچسبونن یادداشت کنن روش قرار به دست بیارن اوکی آرزواتو میتونی یه, جس... یه جایی بچسبونی نگاشون کنی باهاشون خود تو رویا پردازی کنی تجسم کنی ولی خب نسبت به اون باید یه قدمی هم برداری دیگه من آدمایی میشناختم که فقط آرزو میکردم برای هیچ قدمی همش مکمل همه دیگه تو نمیتونی از این طرف هی سخت تلاش کنی بعد آخر شب بیا به خود بگی تو به هیچ جا نمیرس خب اونم دوباره داره تزدیک روحیت میکنه تو تلاش تو بکن بیا به خودت هم بگو تو میتونی خب ایقا. این نتیجهش میشه یک مسیر درست جفتش با هم در کنار هم سیت خب اولش یه مقداری جدی شد میخوام یه ذره بحث رو ببرم توی بحثهای یه مقداری حالا خودمونیتر راحتتر مردم پسندتر سابسکرایبر پسندتر <تصفح> <تصفح> ما دیگه فقط به فکر شما محای. ما دیگه <تصفح> از خودم من الان نزدیک به 6 چنل میخوام بزنم <تصفح> 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 هر چنل یه کاری میخوام بکنم راستی چنل تکنولوژی ت.. 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 هم زده اگه بتونم حرف بزنم میتونین اونم از دیسکریپشن بهش دسترسی داشته باشین اونجا هم سعی هفته یه دونه دو تا ویدیو بذارم برین اگر به تکنولوژی علاقه دارین اونجا هم یه نگاهی بندازین در مورد تتو میخوام صحبت کنم باهات یه ها. نفر خیلی تتو داشته باشه آدم بدیه یا مثلا دارم یا آدم خوبیه یا این دیدگاه میدونی از چی از قدیم یعنی که فکر میکنن کسی که تتو داره خیلی آدم عجیب غریبیه یا مثلا عقایدش فرق میکنه اصلا نظر در مورد تتو چیه خود اصلا بوده تتو بزنی یا نگی یا مثلا قایم بکنی همه تتو <applause> همه رو بابا این فیلم رو نه تتو که من تا تتو دارم ولی تتو هم دوست دارم ببین به نظر من ما اگه شخصیتی که نداریم و بخوایم علکی شو بکنیم آدم ها رو نباید به اشتباه بندازیم مثلا من یه دختری هم که دوست دارم پارتنرم خیلی مثلا چه میدونم سرش تو که خودش باشه خیلی پسر نجیبی باشه من نمیتونم برم فول هند تتو بزنم انتظار داشته باشم همچین آدم بیاد سمت من مهم. من اگه اوکی ام با کاری که دارم انجام میدم سلیقمه اوکی پس صد درصد بعد اینو بپذیرم که همچین آدمای های قرار بیاد سمتم همچین دوستایی داشته باشم اگه اوکی ام با این قضیه هیچ اشکالی نداره ولی بعضی به اشتباه میان یه چیزی از خودشون نمایش میدن که نیستن بعد میگه چرا اون پسره نمیدونم فلان فلان نمیاد سمت من خب شاید یه استایل اشتباه از خودت ساختی که صرفا آدمای درستی نمیاد نسبت به یعنی... نسبت به این خب خیلی یه چیز اگزاجرا مثلا من دیدم دختره که کل پا کل دست مثلا یه همچین چیزی الان تو ذهنم وقت دارم این حرفو میزنم وگرنه که همه حالا تتوای کوچولو کوچولو دارن معمولا دختره حالا به نظرت میشه آدم رو با تتو قضاوت کرد؟ م... نه ولی خب نمیتونم بگم آخه همه مثل منم مثلا من قضاوت نمیکنم ولی مطمئنم یه سری قضاوت میکنن در صد قضاوت میکنن مثلا پدر مادرامو 100 درصد قضاوت همین الانش هم خیلی ممکنه قضاوت کنم واسه همین دارم میگم که به اشتباه هست خودمون یه چیزیو به نمایش نذاریم که اگه نیستیم و باش راحت نیستیم صرفا من تتو بزنم که خفن باشم آدم های اینجوریه ذهنیتشون که اگر مثلا یه دختری خیلی تتو داشته باشه مثلا تو اینجای گردن پرسینگ های عجیب غریب یه ذره تو ذهن ذهنیت بدی ایجاد یه ایجاد میکنه ولی در کل نمیشه آدم رو قضاوت کرد شاید مثلا دارم میگم آخه تو نمیکنی می ولی ممکنه یکی دیگه بکنه و اون دختر اگه با استایلش راحت هیچ اصلا شکی توش نیست راحت باشه کیفشو ببره ولی خب اون دختر فردا نمیتونه بیاد بگه که چرا مثلا یه پسر خیلی ساده و نمیدونم فلان نمیاد سمت من چون قطعا همچین چیزی به نظر من ممکن نیست اگه تا از اینجا تا که پاش تتو باشه مثلا واسه تو یه پسر فول بادی یا فول هند تتو داشته باشه جذابه یا نیست یه ذره واسه پسر احساس میکنم این قضیه نرمال تره پسر نرمال تره چون آه پسران قدیم میگفتن هر کی داره مثلا رفیق بی نه، مادر که مثلا لات بی سر خیلی و پای من واسه که هر کی هر جور دوست داره میتونه باشه تو ذهنیت من هیچ چجوری بگم حد و مرزی وجود نداره ولی اون آدم شاید نتونه سلیقه من باشه خب اگه سلیقه کس دیگه میتونه باشه خب شاید اوکی okay. یعنی فول هند دوست نداری مثلا دختر فول هند مثلا سلیقه من نیست دوست دارم مثلا اگه دختر بعد سلیقه تو <تص> باشه نه خب دختر و پسر متفاوته به نظر من مثلا دختر تتواش خیلی با مینیمالتر تر حالا من کلا آدمایی که با معنی تتو میزنن و خب مثلا بیشتر دوست دارم تا اینکه تتو این خب سلیقه دیگه حالا نمیتونیم به کسی هم ایراد بگیریم یکی پول هم خیلی بد و فلان سلیقه یکی مثلا دارم میگم برمیداره کل دستش رو رنگ میکنه اون دلیل خودش رو داره خودش میدونه واسه چه دلیلی واسه چه قضیه این کارو کرده و اینکه به اه... یه چیزی که خیلی معتقدم به, به استایل آدم سری کارا باید بیاد آره مثلا آرتیستی یه ذره آرتیستیکتر اگه گنگی یه مقدار گنگتر. خیلی از اون اه... شخصیتی که ساختی نباید دور باشی مثلا من یه آدم کاملا موجه مثلا خانم دکتر معدبه همش من جوایی که باهاش سر و کله میزنم با یه مش دکتر و مثلا ایونت های خیلی جدی و مثلا همش تو جمعای این مدلی هم. پس من یه ذره عجیب میشه اگه بیام یه تتو عجیب غریب بزنم آره دیگه مثلا خودمو عجیب غریب کنم پیرسینگ مثلا عجیب غریب بزنم تو اون شخصیتی که هستم و بمونم ولی خب اگه انتخابم اینه آرتیست باشم آزاد باشم دوستام این مدلی پارتنرم این مدلی باشه خب میتونم راحت تر باشم آدما رو گمراه نکنیم بیشتر منظورم این بود اگر هم هر کی هر جور دوست داره میتونه باشه هر جوری دوست داریم باشین اونجوری که کلا من یه چیزی که توی این ویدیو آخرام باز گفتم اینه که خودتون رو دوست داشته باشین اگه با آخه... آخان... فول بادی تتو دوست اونجوری دوست داشته باشین اگر مثلا دارم میگم اگه یه تتو کوچیک خالتون رو خوب میکنه یه اون تتو کوچیکه رو ده تا ده حالتون رو خوب میکنه کلا کاری بکنین که بهتون حس خوب بده حال خوب بده حالتون رو خوب بکنه یه پوینتی بهتون اضافه کنه دیگه همین حالا میتونه ورزش کردن حتی باشه آخه قرار نیست که ما سلیقه همه باشیم صد درصد خیلی اینو که صد درصد صد درصد این واقعا به نظر من خیلی منطقیه من اگه به نظر یکی زشتم به نظر یکی زیبام پس این نه واسه من مهم باشه اینو همیشه من میگم خب بگو ببینم چیزی تو چنته داری برامون چجوری هم بزنیم چی دارید چنده برامون به چنده بخونم آره بخون راحت باش همه شوشه یه سوال جوستی میخوام بپرسم یا اول فرس یه دختره آروم رو ترجیح میدی مثلا همیشه آرومه همیشه گوشه واسه خودشه سرشتوکار خودشه یا یه دختری که یه ذره شیطون تره یه ذره نه خیلی شیطونه شیطون از نظر اینکه حالا شاخونه رو روح سرش بذاره <applause> شیطون دیگه مثلا ببین. خیلی اکتیوه خیلی حرف میزنه میگم. خیلی ارتباط میگیره با آدم اتفاقا انرژی خوب یعنی انرژی خوب منظورم اینه که اون اکتیو بودنه اون حال خوب بودنه ناخداگاه جریان پیدا میکنه تو آدما یعنی اگر که یک نفر انرژی خوبی داشته باشه چه پسر چه دخترش باعث میشه که ناخداگاه به طرف مقابلش هم انتقال بده و این کلا به نظر من که حال آدم خوب میکنه پس انرژی خوب ولی به نظر من هر چیزی هم جایی دارد مثلا دارم میگم اگر دارین یه کاری رو میکنین خیلی جدی و بازم اونجا قرار باشه حالا چه پسرش یکی رو مجبوری انتخاب کنی تحت اون تحت هر شرایطی شیطونه حتی وسط جلسه کاری اون یکی هم تحت هر شرایطی آرومه دیگه نه من ترجیح میدم که شیطون باشه چون که انرژی بیشتری بهت میده حالا واسه ادامه روز تو فکر کن مثلا از کارت بیای بشینی دوباره یه نفر که حال نداره دوباره یه نفر که خیلی سکوت کرده خیلی داره کتاب میخونه نمیگم کتاب نخونی نه منظورم اینه که خیلی سف باشه خیلی سف باشه خیلی سف باشه یه ذره, ذره شل باشه یه ذره شل باشه آره یه ذره خوش بگذرونه یه مقداری شیطون تر باشه به نظر من اصلا دختر باید یه مقداری شیطون تر باشه حالا این نظر شخصی منه اصلا از لحاظ روانشناسی هم ثابت شده که چون مردای ذره کلا درگیریهای بیرونی و حالا مثلا کاراکتر جدی تری دارن تقریبا دخترهای شیطون رو همیشه ترجیح میدن چون اون حس یه ذره اکتیو بودن تو خونه حس خوبی بهشون میده که یه ذره از اون جدی بودن دور میشن تو حالا به نظرت پسر شوخ باشه خیلی شیطون باشه چی؟ خوشت حالا برکت آخه خیلی یه از مثلا ملی دارم میگم سه تا مثلا پسر باشن یکیش خیلی شوخ باشه آخه من مثلا دیدم بعضی دخترا با این خیلی از دست خیلی کیوت داره حرف میزنه خب خیلی داداش میشه در نهایت داداش کابوس همه پسر <تص> <t> <تص> نه ببین مثلا من اگه پارتنری دارم که پیش دوسته صمیمی خودمون فانی باشه خب خیلی قشنگه منم این حس و دوست دارم که پارتنرم مثلا باش میرم یه جایی صبر نباشه مثلا همش قدم حالا سوبر باشه من معذب میشم که چرا برج زهره اینجا ولی مثلا یه سری همه جا میخوان دیگه خیلی بامزه باشن خیلی مثلا جمع و به دستشون بگیرن میتونن دخترها رو بخندونن ولی هیچ وقت سلیقه دختر نمیشن واسه مثلا دیت رفتن و اینا به نظر من خیلی کم پیش میاد پسری که همه جا بخواد بامزه باز در سلیقه کسی باشه پسر من خودم ترجیح همینه که باشه. تو عموم جدی باشه چون دقیقا فرق اون زن و مرد دیگه این, این زن و مرد جدی. جدی. جدی آقا با بند تو خونم جدی آره دیگه پسر آره دی... خیلی بده میگم تو جمع دوستانه اوکیه ولی فرق زن و مرد یه جاهایی باید مشخص شم دخترم اونقدر که شیطون و ناناز و با ادا باشه پسر یه ذره تر و آروم تر باشه بگم هم تو جواب این سآل یه جورایی دادی دیگه ما بپرسم که مثلا دخترها همیشه پرسن که از چه جور خوششون میاد میخواستم ببینم از چه جور پسرای بدشون میاد اصلا آخه من الان بگم نظر شخصی میشه دیگه نظر شخصی ما قرار نیست اینجا که نظرمون رو به کسی کسی داره نظر خوش میاد گپ ما هم دیگه نظر شخصی از چه پسری یکی از چیزایی که من خیلی بدم میاد همین بود که گفتم یکی همین که میشه گفت اینا پسر حول <laughs> چرا نمیشه گفت بگو حول دیگه پسر حول خیلی بده و اصلا خیلی مشخصه ازشون اینجور آدم ها. و اون لحظه طرف احساس میکنه داره مخ میزنه ولی خب ازش مشخصه که بعد یه حول زبون بازی بیش نیست خیلی زبون باز باشه کلمات دیگه هم میشد گفت خیلی... اون چی میشد گفت ولی نمیشه گفت دیگه آه... نمیخوام دیگه به جاهای باریک و تنگ آفرین آفرین راست میگی آره پسر مدلی هم خیلی تو مخه پسری که خیلی همیشه سعی میکنه تو چش باشه مثلا بخندونه همه رو از خودش رازی نگه داره اینا هم تو موخه پسر قد کوتاه <تص> بعد پسر قد مثلا شوخی میکنم اما... این پسرای قد کوتا دل ندارن که میگین قد بلند قد بلند آقا 90 درصد دخترها چرا قد بلند دوست دارن دلیلش چی اصلا؟ منتالی شاید دلیلش این باشه که اون حس نمیدونم چه حس قدرت و پسرونه بودن و دقیقا فرق زن و مرد بودن و یه ذره بهشون نشون میده چه هم... که خب دختره قد بلندم خیلی جذابن من میگم که مثلا پسر بند خدا اون که مثلا حالا یک و هفتاد یک و هفتاد رو ولی یه داره فکت داره خودش راج... که مثلا انتخاب نکرده قدشو آره مثلا یه فکت راجع به من اگه من با پسری رفت آمد کنم که خیلی خوش استایله خوش قد و بالا خیلی شیک خیلی حتی پول داره خیلی تحصیل کرده <تص> خب همه اینا رو داشته باشه اون شعوره رو نداشته باشه اون رفتار رو بلد نباشه خب این آدم کنکله من خودم خیلی آدمی هم که میتونم بیشتر تحت تاثیر اون آدمی که خیلی شعور و, و شخصیت داشته باشه کنکله دیگه شعور و شخصیت داشت آره صد درصد شعور و شخصیت بیشتر خب من حتی شنگه بلند گفته بودی حتی بلند داشته باشه حالا مثلا این ببین چه... همه, همه ما یه سری هر چیز عتیقه از دوست دارم ببین هر کسی یه میارای ذهنی داره ولی قرار نیست که تو هر آدمی تو بتونی همه اونا رو تیک بزنی بعد برمیگرده تو یه سری میارها داری بعد یه سری اولویت ها داری مثلا اولویتت اینه که اگه با شخصیت باشه به قدش میبخشی خب من اینجوریم مثلا رو به قدش میتونم ببخشم واقعا واقعا؟ آره یعنی يعني... اوکی اون موقع مثلا با یه ذره بی شخصیت باشه من اینو نه دیگه نه 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 اوکی نیستم بی شخصیت آها. باشه اون کنکله کلا کنکله ولی خب یکی ممکنه هر کی به نظر من خودشو داره هیچ اشکالی هم نداره یکی پسر پولدار دوست داره یکی قد بلند بلن بلن دوست داره. داره مثلا وقتی توی جمعی من تو یکی از ویدیوهای فکر کنم آریه کوکسر بود دیدم یه بنده خدا پسر اومد یه مقدار قدش کوتاه بود خیلی یه نگاه بدی مثلا یه دختر بهش داشت و پیش خودم میگم که خب مگه اون دل نداره یا مثلا دارم میگم این نگاه از بالا به پایین به یه پسر حالا قد کوتاه که حالا من قد کوتاه منظورم یک و هفتاد یک و هفتاد پنج و اون که یک و بالا که دیو نظرم قد بلند محسوب میشن این نگاه رو وقتی دارم من خودم ناراحت میشم من میگم که چون دست خودش نبوده اونقدر آخه ببین تکمیار نیست که مثلا فقط معیار قد باشه اصلا فکر کن یه مثال بزنم دیگه شاید اون یه پروفسوری من تو در حد داشتین خب من میخوام همینو بگم الان فکر کن یه پسر میاد یه و نود قدشه یه پسرم میاد یک و شست قدشه اگه دهنشونو باز نکنن حرف بزنن صد درصد یه دختر اول اصلا یه و نود نگاه میکنه متاسفانه مت... من... اینو دارم میگم یه تا طرف دهنش رو باز نکنه حرف بزنه یک و به نظر من آدم خوبی آدم باحالی آدم کولی آدم کیوتیه ولی من قطعا دختری هم که با جفتشون حرف میزن اونی که بهتر حرف میزنه خب من بپرسم چی میخوای بپرسی چی چی داری در چنته حالا کلا ب... میخوام به یه چیزی برسم تو چه چیزی میخوای برسی یا اول فاز دختر ایرانی یا خارجی یعنی واسات مهمه که دوست دخترت حتما ایرانی باشه یا حالا زن هر چیزی یا خارجی باشه خب من ترجیح میدم که ایرانی باشه چرا چرا،, چرا من چرا؟ هر سال چرا،, چرا چرا, چرا خب به خاطر اینکه شاید توی دیدگاه بقیه این دخترای ایرانی خیلی به خودشون میرسن امه. شاید خیلی عجیب باشه برگردیم به اینکه دختر ایرانی همش داره آرایش میکنه همش داره رژ میزنه همش لیزرشون میره فلان فیلان ناخونشو خارجی اینو ندارن مثلا دختر خارجی توی ترکاشو من میگم مثلا کاری به حالا کشورهای دیگه ندارم نه یه مام میزنن نه یه لیزر میرن نه به خودشون میرسن نه یه موشون شونه ببین به خدا اصلا میای تو خیام میبینی شو یه شونه به موهاش نکشیده ما بعد عادت کردیم این پسرای ایرانی <laughs> خارج جسی رو بغلشون هم نمیزنم میگن همین خب این گند خب اینا خب بهداشت از این چیزا خب تو مثلا میری یه جا میشینی یه بار با خود تو بودیم دیگه توی میگروس اینجا رفتون خرید کنیم یه دختر جلو دختر فوق العاده شیک و خوش قیافه بعدی میداد یعنی ترن آن آنم باشی یه جوری ترن آف میشی که دیگه تا سالها نمیتونی ترن آن بشی دوباره به خاطر همین من ترجیحم دختر ایرانیه به خاطر اینکه اول از همه یعنی حالا بجز این هایی که گفتم راحت میتونی ارتباط برقرار کنی یعنی احساسات تو راحت تر میتونی بیان کنی راحتتر میتونی باش حرف بزنی کلنجار نمیری جمله های عجیب غریب ببندی کلنجار نمیری مخصوصا توی بحث کردن فکر کن حالا مثلا دعوا شده میخوای بحث کنی نو 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 اصلا ببینی بهترین حالتش باید نو فارسی دعوا کنی از باید فارسی بحث کنی اصلا فوشو باید فوشو <applause> از همه که پشمامو نمیفهمه یعنی چی واقعا مثلا فکر کن تو با یه سری موزیکا بزرگ شدی اون نمیفهمه یا اون برعکس با یه سری چیزا خاطره داره تو نمیفهمی فرهنگ و مختلف من مثلا یه چیز ترس شاید هم بتونن خیلی کنار بیان نه خیلی کنار میان ولی واسه من یه چیز خیلی ترسناکی از دور نگاه میکنم احساس میکنم مثلا دو تا آدم خیلی متفاوتیم که باید مثلا تازه با هم مچیم خیلی که بعد از اول از اول مچ بشین قشنگ باید یه ریست فکتوری بکنین جفتتون رو اون با ایرانی تو با خارجی خیلی خب و خوشبختم هستم به سلامتیشون پس یه سوال دیگه دارم ازت گوشواره نظر چیه پسر رو الان نزدیک سی چه در سرشون گوشواره میندازن گوشواره هم من ببین گیلاس گیلاس ها چرا خراب شده نه اتفاقا ویلا سفید داری؟ من دیدم چرا اونایی که نرسیده سفید اول این هنوز نرسیده میذاریم که برسه ولی ما تا برسه در مورد گوشواره چیه پسرها قدیم مثلا میذارن قدیم آره دیگه میگفتن که قدیمی که میگم مثلا پنج سال پیش حتی ده سال پیش میگفتن طرف گیه نمیدونم یارو باز میرسیم به بحث شیرین که به طرف بیاد یا نه واسه به یه سریا واقعا این سری کارا نمیاد و خیلی سعی میکنن اونجوری باشن مثلا من خودم بهم خیلی استایل خیلی خانومانه نمیاد چرا به هی سعی کنم پس رو مانور بدم رو چیزی که بیشتر به میاد مثلا مانور کاری به اون ندارم که بهش میاد یا نمیاد اصلا من میخوام تو مثلا من... یه نفر رو ببینی که گوشواره داره به عنوان یه دختر پسر رو چه قضاوتیش میکنی یا مثلا اصلا نباید قضاوت بکنیم که این که اصلا کلمه اشتباهیه چه جوری میبینیش به نظر من که عجیب غریب نمیاد وای گیه وای نمیدونم فلان اصلا این همچین نظری که نخواهم داشت اصلا هر کی که میخواد باشه سلیقه خودم هم در حالتی میتونه باشه که به کارش مربوطه مثلا آرتیست به استایلش میاد میتونه با مزه باشه من خوشم میاد ولی اگه مثلا یارو نمیدونم همین الان هزار تا جلسه مثلا از هلدینگش باشه نه اومد داره نه به نظرم باز چیز دیگه به نظرشون؟ یا اول فاز میکروفونش میرم چون که یه جوری اکسسوریه تو میتونی حالا رو نندازی داری مثلا میری بیرون با دو دخترت بندازی دستش یعنی سوراخ بودن گوش اوکی باش دیگه آره بابا یعنی چی اصلا هیچ اشکالی نداره سوراخ سوراخ باشه چی من دوست دارم یه سوراخ یا چند تا سوراخ نه دیگه یه سوراخ اینجوری باشه دختره کاری یه ستاره یه ما یه دونه الماس مثلا دونه من به شخص سلی. کار عجیب غریب تتو دوست دارم پیرسینگ دوست دارم چه دختر چه پسر ولی نه جوری که انگار مثلا از فرسنگ ها جلب توجه میکنه چه تتوش چه پیرسینگش آرتیستیکه دیگه. آرتیستیکه. با با <تصح> که دیگه چون روحیاتمون آرتستیکه با حالا همونجوری که دخترها میگم پسر قد بلند خوبه من این فکت رو راجع به خیلی از پسرها میدونم که تو دست باجاش. همین یعنی تو دست و پاچه هم شیه سال عجیب بود بقلی باشه آها تو دست و پاچه زنی حتی که عصیب شما هم قابله نه باست اینو بگی؟ نه اصلا بایی سایی سایی قد دختر و سایی پسران مهمه خب سلقه تو چیه؟ به نظرم تو به عنوان آدم دومتری سلقه تو چیه؟ تو دست جاشه نه؟ نه جوابم رو گفتم دیگه به نظرم سلقه ای اول از همه یعنی پسرا زیاد اینو نیستن که حتما پس دختر باید قد بلند باشه حتما باید مثلا یک و هفتاد باشه یا باز به نظر منم اونم به نظر بیاد به من... آدمش. آره به نظر من دختر باید بین 15 تا 20 25 سانتی متر از یه پسر کوتاه‌تر باشه که 30 40 30 40 یعنی متری یعنی متری یه 25 30 سانتی 40 سانتی یه متری کوتاه‌تر باشه نه ولی آره 20 سانت فکر میکنم از یه پسر کوتاه بودن باعث میشه که یه پاشنه هم که میپوشه دختر یه به یه ترازی برسن حتی یه مقدار کوتاهتر از پسر باشه که باشه باشه که جذاب بشه این خیلی حس بدیه که تو پاشنه میپوشی مثلا همقدر پسر میشی یا مثلا ردش میکنی من دوست داشتم به نظرم من. تو مراسم ها اوکیه ولی تو همیشه این اتفاق بیفته که تو از دوست پسر یا هم باشی یا بلندتر از اون باشی خیلی بده چون اه... به خود به نظر من ها، حالا من یه چیزی که بخوام بدم به خود پسرم یه مقداری من خودم بخوام حسمو بگم یه مقداری حس ضعیف بودن میده انگار مثلا یه نفر باز اون از زنونگی هتنکانه. و مردونگی آره مثلاً یه نفر از تو بلندتره یا مثلا خیلی دخترونه تر کوچولو بودن آره. ولی خب دخترای قد بلند جذاب هم کم نداریم نه خواهر خودش یک و نه اصلا میتونه جذاب باشه ولی خب به پسران اونجوری منظام چه حسی میده من خودم میگم دیگه دختره تو دست دستش بشه تو دست یا بشه, <تصفيق> <تصفيق> تو دست <جا> بشه <applause> خب من بازم یه سالی ازت بپرسم که به همین ظاهر ماهر ظاهر ماهر ظاهر ماهر رب داره آقا تازگی ها چرا همه سیبیل میذارن سیبیل چه خبره من سیبیل بذارم مد شدن. شدن من سیبیل بذارم شبیه قصابا میشم بکنم باز میرسی به بحث اینکه باید بیاد یا نه یاد. نه آخه احساس میکنم که کلا قدیم داره ترند میشه الان یعنی صد توی لباس هم که میری میبینی توی فروشگاه ها لباس های قدیمی داره ترند میشه قشنگ من دایم عکس داش با شلوار خمره ای و اونجوری پاچه گشاد و نمیدونم فلان الان همینه یعنی ترند هم مسخرهش میگن ولی الان ترند همینه آره الان مثلا پاچه گشاد و سیبیل و لباس های گلگلی و اینجور چیزا چه ماسه قد واسه مردونه چه کردم یه چیزی ترند میشه به چشت بد نمیاد ولی از ترند که میگذره وای ها ها چقدر خزه چقدر بده ناخداگاه اینجوری اینجوریه یعنی مثلا من الان از پسر سیبیلو بدم نمیاد ولی شاید دو ماه دیگه که مثلا واقعا از ما... بره؟ آره نمیدونم این منتالی سیبیل که حالا به نظر من باید به طرف بیاد یک آره هم ولی هم هم یه چیز نمیدونم بده خوبه مثلا یه نفر سیبیل میذاره احساس میکنه همه باید سیبیل بذاره خب بعضی اون ترنده دیگه مثلا کیم کارداشیان میاد 10 کیلو لاغر میکنه همه لاغر میکنن پایین بعد همه شلوارشون با مید... با با رو میکشن پایین میکشن جاستین بیبر کشیده بود پایین فوق شلوار رو بعد اون اومد تا زانی من میکنن خب یه سری آدما ترندو میارن دیگه واقعا من خیلی هیچ وقت نبوده که سوار این ترنده باشم نمیدونم شاید من باید باشم بچه‌ها نظرتون چیه کامنت کنید سیبیل بذارید چیه کلا ترند رو رعایت میکنید نمیکنید من خودم سعی میکنم چیزی که بهم به بیاد و بپوشم من مثلا میتونم حالا بگم ترند رنگ اوکی ولی یه جوریه این ترند احساس میکنم از یه جایی بعد دیگه ببخشید انش در میاد دیگه همه میزنید تو این 90 در سال مدل الان سیبیل دارن <تصفح> <دختران> اما <دیانی> چی؟ <تصفح> نه پسر یعنی دخترای... پسر، دختر پسر <تصفح> دختر گوش نمه وای منم میخواستم بگم سه ساعت دارم فکر میزنم نانستا بچه و ویدوامو ببینید نبینید حلال نمی کنید. بپرس سال آخر تو بپرس سال آخر؟, سال آخر از تو باشه دیگه بارو بابا سال آخر شما کلی سال دارم بپرس. اصلا من میخواستم یه سوال دیگه بپرسم که قد دازن ADHD دی باشد همون قد که دخترام میگم مثلا قد بلند پسرام میگم مثلا قبلا یعنی بیشتر اینجوری بود آیا این درسته که دختر مو بلند جذابتر از مو کوتاهه یا اصلا قضیهش چیه؟ سلقه تو چیه؟ من به شخص ترجیح میدم که طرف مرتب باشه یعنی باز قضیه بهش بیاد یا نیاد آره ا... یک بیاد یا نیاده که هست ولی از این موهایی که میرن به زور اکستنشن میکنن تا زمین باید بکشن <applause> بدن میاد یا نگاش میکنی قشنگ معلوم اکستنشن <تص> مال خودش نیست آره. خیلی بده مو اکستنشن موجه حالا یه بند خدایی هم اینجوری حالا بهش بر نخوره خیلی اینجوری خیلی هم, این هم. مو اکستنشن میکنه مثلا تا پشت کمرش بعد تابلوه اصلا اون موی واقعی نبودن رو, رو نداره. حس میکنی داره. چه دلیلی داره من اینو متوجه نمیشم خب علاقه تو چیه؟ بیاد یا نیاد؟ موی کوتاه بلند من ترجیح میدم متوسط, <laughs> متوسط. واقعا متوسط داریم دیگه <laughs> متوسط یعنی چی <laughs> مثلا یه مقدارم مال تو بلندتر نه بابا سایه اون نه بلندتر از مال تو میشه دیگه آره میشه متوسط تو الان کوتاهت میشه این دیگه میشه چی میگه مصری میگیم چی میگه چرا میگیم مصری بهش چون در قدیم مصری شکلی بود آره مصری میکنین این میشه کوتاژ مصری الان یه مقداری <applause> بلندتره کوتاه هم شیکه ولی دیدی دخترها رو... یعنی این فکتیه که فقط دخترها میدونن موهاشون روشن میکنن تیره میخوان تیره میکنن تو خودت میکن. از اون فکتایی من واقعا خودم این مدلی ام ولی خیلی دیگه من خودم دارم کنترل میکنم قبلا خیلی اینجوری بودم ماشینی میشه میگه روشن روشن ولی خب نه خیلی دارم رعایت میکنم چون اون سلامت موامو الان ترجیح میدم به اینکه هی بسوزونم هی یه کار عجیب غریب کنم خب بپرس بعدیم بپرس 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 تو سوال نداری چقدر واقعا یه بار باید اینجا بیایم یه کاری که کامبیزینا کرده بودن انجام بدیم چیکار می‌کنیم مشروب بخوریم پادکست بگیریم هیچ دیگه هیچ دیگه مامانم هم سکت کرد <تصفح> خدا نمتون. بنده خدا بوری هم اشکی <تصفح> قهوه‌ای لوریا مشکی باز به باید به طرف بیاد ای بابا کل آقا کل تامنیل بزن باید به طرف بیاد نه کل نه من سلیقه‌مو میخوام بگم دی نسبت به همه پسرا که نمیخوام نظر بدم این نظر شخصی منه من مثلا مشکی بیشتر ترجیح میدم چشم و ابرو مشکی چشم و ابرو آره چشم, و ابرو مشکی گفتم جای گفتم چشم ابرو بعد موهام مشکی حالا قهوه‌ای هم میتونه باشه بعد خدمتون آرز بشم که بور بازم وسیله به بیاد <applause> مثلا این دختره ایرانی که مثلا میان بور میکنن لنز میذارن که شبیه دختره روس بشن به روس ها مثلا میاد بور بودن متاسفانه آره هم بیاد مثلا به بچه هایی که توی آلمان زندگی میکنن چون همشون بورن و سبکشون و چشماشون و ابروشون بهشون میاد ولی اینکه تو بخوای به زور خودتو بور بکنی بهت نمیاد نه چون نژادو که نمیتونی دقیقاً نژادو نمیتونی عوض, عوض کنی و به زور میخوای به نظر ماها چون اتفاقا اون فیس شرقی رو داریم رو شرقی بودن خودمون با مانور بدیم از این طرف خودمون رو زیباتر کنیم یعنی چه بس که خب اینم خوشگله مثلا فکر میکنیم که حتما باید بور باشیم تا خوشگل باشیم خیلی میبینم که دخترا خیلی رو خودشون تغییرات ایجاد میکنن تغییرات زمارد... منظورم چیه حالا این میتونه بوتاکس باشه میتونه ژل لب باشه عمل بینی باشه نمیدونم ژل ابرو باشه و فلان و فیلان و اینجور داستانا احساس میکنم از یه جایی به بعد به یه مریضی تبدیل میشه صد درصد صد درصد در ببین تغییرات تا جای خوبه که تو مثلا از یه جاییت راضی نیستی و اونو میری درستش میکنی در حدی که مثلا یکی میاد میگه وای چه خوشگل شدی نمیگه وای چه عجیب شدی وای گونه زدی وای لب زدی وای موجه گذاشتی اگه به اینجا برسه دیگه واقعا داره جلب توجه میکنه ولی تو میتونی اون اراده تو حل کنی خوشگل تر اراده زیبا تر بدون اینکه جلب توجه کنی تو اگه موجه میذاری به جنگ موجه معلوم باشه که یه موجه فیکه بعد در راستای این باشه که تو رو ناسترد کنه همین عجیب بکنه. ترت کنه عجیب تر میشه یعنی موجه جلب توجه کنه من احساس میکنم از یه جایی به بعد واسه جلب توجه و اینکه تو وقتی ایراده رو میخوای رفع کنی نمیتونی رفعشون بکنی و بدتر میکنی و هر دفعه میخوای اینو هی بهترش بکنی متاسفانه هی بدتر میشه یعنی خیلی میان میره یه جل میزن اینجا رو بعد میبینه که خب نشد بزار برم درستش کنم میره پیش یه دکتر دیگه میاد ترمالی دکتر قبلی رو جمع بکنه بیشتر تر میزنه توش هی بدتر هی بدتر بعد یه هوی میبینی که یه فک پیدا کردی زوزنقه ای خب حالا یه دم خودشون اونجوری راضی از قیافهشون هم برمیگرده به اعتماد به بودن نفس بودن پایین نه اولا. اولا که خیلی دستکاری برمیگرده به اعتماد به نفس پایین که خود تو دوست نداری قطعا بیسش همینه و جز این نیست من خیلی دیدم واقعا یه انقدر طرف مثلا با قوز بینیش حتی نایس برخورد میکنه تو هم خوشت میاد میگه اه مثلا خفن رو صورتش چقدر مثلا راست میگه انقدر خودش رو دوست داره اون انرژی رو به تو میده که تو حتی مثلا اه که کمکاش چقدر باحاله یعنی حتی از ایراداتش چون خودش لذت میبره تو هم واقعا میبری و انقدر حالش خوبه با اون فیسش و مثلا هیکلش اضافه کاری هر چقدر بیشتر بکنی چون کلا خیلی مختلفی داره بعضیا میخوان جلب توجه کنن اون یه بیماریه اون یارو دوست داره عجیب باشه تو نمیتونی جلو کسی رو بگیری که خودش دوست داره عجیب من باشه من شبیه باربی میخوام بشم مثلا اون اصلا یکی بیماری داره که اصلا خودش رو جایی شخصیت دیگه میبینه همش واقعا یه ریشه عجیب غریب داره ریشه تونو <تصفح> 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 من در نهایت برم گرد به اینکه خودتو دوست نداری های. بریم تمومش کنیم نه من خواهده گم گوشنمه این پادکست بعدی هم بگیم من دیگه آماده شدم یه هشت پادکست بچه من حمایت کنین تو رو قرآن حمایتش کنین بچه خیلی حال داد دمتون گرم مرسی که هستین امیدوارم که توی ویدیو جدیدتر و بهتر دوباره ببینمتون تا ویدیو بعدی فعلا احساس کنم کلا جا بجا جا شدیم ربنا شدم با این میکروفونم بابا که دست ملیجا کم هم دیگه من اینجا بچه این همه چیز میز درست میکنه من پرفکشنیست نیستم و اینا همش اشتباه نگاه الان دو ساعت اصیر اینیم که میکروفون بزد باشه نیم ساعت چل دقیقیه